در حمله بر قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور که در آن بیش از 100 تن جان باختند، پس از این حمله وزیر دفاع و لوید رستیز ارتش رسما استعفا کردند. اما پس از استعفایشان رئیس جمهور این دو مقام ارشد امنیتی را به حیث سفیر کشورهای اردن و قزاقستان تعیین کرد که این کار وی واکنش‌های را نیز به همراه داشت. اما حال نمایندگان مردم در شورای ملی از عملکرد رئیس جمهور انتقاد کرده و کار وی را بسترساز فساد و گسترده در نهادهای حکومتی میدانند. اساسی ترین و مهمترین ریشه مشکلات افغانستان و دنیای اسلام و در مجموع دنیای بشریت را من در همین میبینم که همانطور که من گفتم در این حدیثی که پیامبر گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم، که بزرگترین دشمنان شما منافقین است. رئیس جمهور به فساد جواز داد، رئیس جمهور به فساد براحت داد که ما ای را کاملا خودم شخصا تقبیه میکنم. شمار دیگری از نمایندگان بر استراتژی ناکام جنگ در کشور تاکید می‌ورزند و می‌گویند نبود مدیریت جنگی سبب افزایش تلفات نیروهای ارتش ملی شده است. اما متاسفانه استراتژی جنگ ناکام حکومت افغانستان باعث هر روز قتل نیروهای امنیتی و مردم عادی می‌شود. با اینکه حملات بهاری طالبان در سال 1396 در نقاط مختلف افزایش یافته، اما برخی از جریان‌های سیاسی نیز ناامنی‌ها و نفوذ بیش از حد گروه‌های تروریستی را در افغانستان نگران کننده می‌دانند و برخی حلقات در درون حکومت را مقصر اصلی نفوذ دشمن در نقاط مختلف کشور عنوان می‌کنند.